در آغاز 16 روز از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، گزارش‌ها از حملات ویرانگر بیشتر و تحرکات نیروهای روسی در سراسر اوکراین حکایت دارد. افشار سیگارچی در استودیوس و جزئیات رو با او پی می‌گیریم. حتماً پیام روسیه روز جمعه حملات خودش به غرب اوکراین رو گسترش داده. عکس‌های ماهواره‌ای نشون میده که نیروهای روسیه خارج از کیف متوقف شدن و در تلاش برای محاصره شهر هستن. روس‌ها با تشدید حملات هوایی و بمباران شهرها می‌کوشن که مسیر رو برای نیروهای زمینی خودشون باز کنن. نیروهای روس بیشترین پیشرفت رو با اشاره کنم که در شهرهای جنوب و شرق داشتن، در حالی که در شمال و اطراف کیف متوقف شدن. فقط یه اشاره‌ای هم بکنم، دقایقی پیش گفته میشه که در منطقه مرزی ریبنه بلاروس در شهرک‌های بوخلیچی و رختنی چندین نقطه از سوی نیروهای روس بمباران شده. حالا در بخش بعد خبرهای تکمیلی رو براتون آماده خواهم که، اما بر اساس تصاویر منتشر شده کانال‌های اوکراینی، انفجار عظیم در منطقه لاتسک در شمال غرب اوکراین رخ داده. این حمله به یک فرودگاه و کارخانه هواپیماسازی صورت گرفته. گفته میشه این کارخانه تنها کمپانی است که در اوکراین موتورهای میگ 29 در اون تعمیر میشه و تصاویرش رو میتونید با هم ببینید. یبای بمبیات Мать твою! Охуеть! Ебать, бляди, ебани, сука! Я их рот ебашу в нос, сука, сдохлы просто, блядь! Ублюдки, нахуй! Суки, ебани, блядь! به گفته شهردار لاتسک در شمال غرب اوکراین، در پی این حمله تاکنون 4 سرباز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در خارکیف هم گفته میشه که نیروهای روس به یک پناهگاه بیماران اعصاب روان حمله کردند. تعداد قربانیان هنوز مشخص نیست، اما گفته شده که در لحظه حمله به این آسایشگاه 330 نفر در داخل ساختمان بودند که بسیاری از افراد شهروندان دارای معلولیت هستند. به گفته رئیس منطقه ژیتومیر، از آغاز حملات روسیه به اوکراین 39 نفر در این منطقه کشته و 330 غیر نظامی زخمی شدند. فرماندار خارکیف در ادامه اشاره کرده که نیروهای روسی در یک روز 89 بار محله‌های مسکونی این شهر رو بمباران کردند. پیرامون آخرین خبر از تخلیه غیر نظامیان هم، چندین اتوبوس حامل شهروندان غیر نظامی شهر بوچا به بیلهیراتکا در منطقه کیف منتقل شدند. در ایزیوم هم 2000 نفر از شهروندان این شهر تخلیه شدن. شهر بر اثر حملات روس‌ها به ویرانه‌ای تبدیل شده و فاقد امکانات اولیه زندگی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از قطع تمامی راه‌های ارتباطی با نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل خبر داده. در پایان هم اشاره کنم، یک روز پس از ابراز نگرانی مقامات آمریکا و بریتانیا پیرامون استفاده احتمالی روسیه از تسلیحات شیمیایی، امروز هم سخنگوی دفتر سازمان ملل گفته که گزارش‌های معتبری از چندین مورد استفاده نیروهای روسیه از بمب‌های خوشه‌ای در اوکراین، از جمله در مناطق پرجمعیت داشته. آخر هم اشاره کنم که سازمان خاربار جهانی وابسته به سازمان ملل نیز هشدار داده که ادامه جنگ در اوکراین به افزایش 20% مواد غذایی و اخلال در تغذیه در جهان منتهی خواهد شد.